برای درمان بواسیر بهتر انتخاب اول ما عمل جراحی نباشه قبلش از روش های طبیعی و غیر تهاجمی کمک بگیریم در صورتی که درمان نشد روش آخر استفاده کنیم سلام به همه شما عزیزان امیدوارم هر جایی این کره خاکی که هستید سالم و سلامت باشید فرش اسفیدانی هستم پژوهشگر و مشاور بین المللی سبک زندگی سالم به خاطر درخواست زیادی که داشتیم تصمیم گرفتیم این ویدیو رو درست کنیم و درمان های راحت و کاربردی و آسون در اختیارتون قرار بدیم چه افرادی که پرولاپس دارن چه افرادی که درگیر پرولاپس رکتوم هستن فیستول هست شقاق هست درمان که یکسان هست میخوایم توی این ویدیو بهتون ارائه بدیم بواسیر یا هموروید همون رگهای خونی انتهای مقد هست که زمانی که دوچاره التهاب میشه حالا ممکنه این التهاب داخل باشه یا بیرون مقد باشه گاهی هم همون قسمت به شدت دچار شقاق و ترکهایی که میتونه درد زیادی رو تولید کنه فیستول هم حالت حفره میشه زخمی که به مرور باعث تشکیل حفره میشه اما درمانهای یکسانی داره اگه بخوایم علت رو بررسی کنیم تمام این مشکلات یک علت واحد دارن یوبوست مزمن و هر عاملی که باعث یوبوست مزمن شده باشه میتونه منجر به بواسیر بشه گفتیم یوبوست ام الامراض برای درمان هر دردی ما باید ابتدا رفع یوبوست داشته باشیم حالا افرادی که مشکلات اعصاب دارن استرس دارن نگرانی دارن این هم حرکات دودی شکل روده ها رو دچار اختلال میکنه یا داره رژیم غذایی رو استفاده میکنه سالیان سال یا نسال که باعث شده روده ها حرکات دودی شکلشون دچار اختلال بشه و دچار یوبوست بشه وقتی هم که افراد دچار یوبوست هستن در حقیقت سمزدائی انجام نمیشه و به تناسب اون میشه قلزت خون میشه خون سودایی و خون کثیف حالا این بواسی رو بدن ما انتخاب کرده با ایجاد خون ریزی مقداری از سموم خودش رو دفع کنه در حقیقت بواسیر یک راهکار دفاعی بدن هست و اکثرا افرادی که بواسیر دارن وقتی ازشون سوال میپرسیم خون ریزیتون رنگش چطوریه میگن خیلی سیاهه خیلی تیره هستش خب این طبیعیه چون داره خون کثیف دفع میشه اما زمانی که خون خوش رنگ تر میشه با هرچه چه سریعتر جلوی خون ریزی گرفته بشه اگه خون ریزی خیلی ادامه داشته باشه فرد بعد از هر بار که اجابت مزاج داره درگیر ضعف یک سستی و بیحالی و عدم حس راحتی اون حس راحتی که بعد از اجابت مزاج افراد دارن افرادی که دچار بواسیر هستن این حس را ندارن پس نتیجه میگیریم روغن های غیر خوراکی فس مخصوصا سوسیس و کالباس گوشت گاو که یکی از علتهای مهم این مشکل گوشت گاو هست به جرعت میتونیم بگیم 99 درصد رستوران ها غذاشون رو دارن با گوشت گاو تفق میکنن انواع غذاهای آماده حاوی گوشت گاو هستن غذاهای کنسرو شده و مواد غذایی که نگه دارنده دارن غذاهای فریز شده غذاهای شب مونده غذاهای سرخ شده چایسی ها در حد افراد شکر سفید و تک تک این موارد گفته شده اگه در افراد استفاده بشن باعث به وجود آورنده بواسیر میشن شاید با خودتون بگین خب همه اینا که بیماریزا هستن خب ما اینا رو نخوریم چی بخوریم ما میتونیم غذاهامون رو بخار پس کنیم یا میتونیم غذاهامون رو آب پس کنیم روغن کم بخوریم اما روغن سالم بخوریم مخصوصا روغن زیتون که در درمان این بیماری قوقا میکنه حالا به هر شکلی درگیر هست رودتون پرو فیسول هست خود بواسیر هست که ممکنه داخل باشه خارج باشه شقاق هست ما میتونیم از یک رژیم غذایی سالم تبعیت کنیم گیاهخواری وقتی میگیم گیاهخواری افراد ذهنشون به این میچرخه یعنی من همش کاهو بخورم خیارگوجه بخورم اینو یکی از شما عزیزان این اشتباه رو کرده بودین و فقط مواد غذایی که استفاده کرده بودین کاهو و خیارگوجه. و خودتون هم که دچار کمکاری تیروید بودین شرایطتون بدتر شده بود وقتی میگیم گیاهخواری گیاهخواری که مد نظر خودمون هست گیاهخواری تعریف داره و بیشترین حجم گیاهخواری رو دانه ها تشکیل میدن برای اینکه این مشکلتون حل بشه وارد سایت دکتر گرین لایف بشین دوستان ما هم لینک گیاهخواری رو براتون میذارن که به طور مستقیم وارد قسمت گیاهخواری بشین و دقیقا متوجه باشید صبحانه چی بخورید ناهارتون چی باشه اسرونه چی بخورید کاملا بهتون کمک کنه اما به احترام شما عزیزان که خیلی سوال پرسیده بودین سالات مخصوص چطور درست میشه تو این قسمت میخوام بهتون بگم چون یکی از وعده های غذایی افرادی که بواسیر دارن باید سالات مخصوص باشه سالات مخصوص تشکیل شده از انواع کلم ها کاهو، خیار، برگ جعفری، ساقه کرفس، سیب، کدو، هویج و بادام خوب میکسش میکنید باید خوب میکس بشه تا ایجاد نفق نکنه وقتی خوب میکسش کردیم به اندازه کافی روغن زیتون بکر بهش اضافه کنید با روغن زیتون خوب خیسش کنید و مقداری نمک و لیمو ترش تازه بهش اضافه کنید و به عنوان یه وعده غذایی خوب بجوید ازش استفاده کنید خوبی که این سالات داره هم کم این عزیزان رو برطرف میکنه قلزت خون رو برطرف میکنه خون رو تمیز میکنه و مهمتر از همه رفع یوبوست های مزمن انجام میده و همون به صورت غیر مستقیم باعث میشه تا شما حالتون بهتر بشه چون این سالات سرشار از فیبره و ما برای رفع یوبوست به غذاهای پرفیبر نیاز داریم و برای رفع بواسیر هم همینطور عزیزانی که درد خیلی شدیدی رو دارن و مشکلشون خیلی جدی هست حتی عادی نمیتونن بشینن معمولا ما این توصیه رو بهشون میکنیم به مدت سه الا پنج روز استفاده کنید از رژیم شربت و اصل در صورتی که سوال داشتید میتونید از کامنت ها بپرسید رژیم شربت و اصل باید اصلش خوب باشه یعنی شما هیچ ماده غذایی دیگر استفاده نمی کنید و فقط اصل آب گلاب و مقداری هم لیمو ترش تازه هر ساعت یک لیوان کامل رو به صورت جرعه جرعه استفاده می کنید خب اصل چقدر بریزم؟ به میزانی که شیرینی اونو دوست داشته باشید و کمی هم لیمو ترش تازه یه قاشق مرباخوری هم گلاب این شربت بازسازی میکنه هر جا که زخمی باشه بازسازی میکنه زخم و جمع میکنه پانسبانش میکنه عزیزانی بودن که به شدت درگیر بودن و در نوبت عمل جراحی بودن ما بهشون گفتیم شما تا این پنج روز استفاده کنید در صورتی که خوب نشدید عمل جراحی هم انجام بدید و بعد از گذشت سه الا پنج روز 90 درصد درداشون تخفیف پیدا کرد و همون یه انگیزه شد تا اینکه درمان ادامه بدن طی این سه الا پنج روز شما میتونید از بارهنگ هم استفاده کنید به چه صورت یه قاشق مرباخوری بارهنگ و داخل یه لیوان آب جوش بریزید و بعد به صورت جرعه جرعه میل کنید اول صبح و آخر شب چون در این مشکل باید روده ها کاملا تخلیه بشه وقتی که مواد غذایی مضر از جمله انواع گوشت ها و فراوردهای حیوانی طی مدت این بیماری استفاده نمیشه بدن به سرعت خودش رو ترمیم میکنه باز هم تکرار میکنم منظور ما این نیست که شما گوشت استفاده نکنید گوشت بخورید زمانی که سالم هستید در حد تعادل گوش خوردن لذت خاصی داره لازم نیست ما خودمون رو محروم کنیم اما وقتی که بیمار هستیم این فرصت رو به خودمون بدیم تا بیماری هامون درمان بشن بعد از گذشت پنج روز شما غذای ساده استفاده کنید که بهتون گفتم وارد سایت بشید و گیاهخواری رو اونجا ببینید که دقیقا چه چیزایی استفاده کنید شما در هفته دو بار استفاده کنید از کوکوی سبزی خرفه و تره این دو تا سبزی فوق العاده هستن در صورتی که براتون مقدور نبود روزانه یک فنجان کوچیک از آب تر استفاده کنید یا آشی درست کنید که فراوان بهش تر و خرفه اضافه کرده باشید به صورت موزه هم یه سری کارا رو میشه انجام داد بالاخره فردی که بواسیر داره یا شقاقه یا فیستول هست یا پرولاپس رکتوم هست هر کدوم از این موارد که هست تمام درمان گفته شده براشون مناسبه اما معمولا این درد خیلی شدید رو دارن که برای برطرف کردنش شما میتونید یک واحد اصل و با دو واحد روغن زیتون بکر با هم خوب میکسش کنید و تزریق داشته باشید این هر قسمتی که آسیب دیده باشه هم زدوفونی میکنه هم پانسبان میکنه و هم بازسازی میکنه اگه درگیری در قسمت بیرون هست از این ترکیب میتونید رو اون قسمت ماساژ بدید تا برطرف بشه عزیزانی که تجربه داشتن در مورد استفاده از دود کندور که طی سه روز بیرون زدگی بواسی رو از بین برده بود و التهاب و درد و ناراحتی رو براشون کم کرده بود شما میتونید به صورت نشسته کندوری که رو آتیش گرفتین و دود ازش بلند شده اون دود کندور به قسمت هایی که درگیر هست بخوره این هم زد دوفونی میکنه و تجربه این دوست عزیزمون میگفتن بعد از چند روز دردای من کاملا تخفیف پیدا کرده خب در مورد سیر براتون بگم سیر چقدر موثر هست در برطرف کردن این مشکل بعضی اعتقاد بر این دارند که سی رو به صورت حبهی داخل مقد بذارن تا این مشکل حل کنه درسته که سیر یک ضد هاب و یک ضد کننده قوی هست ولی به این شکل استفاده کردنش کار درستی نیست شما میتونید یک حب سیر رو که کاملا خوردش کردید داخل یه لیوان شربت اصل که لیموترش اون قالب هست یعنی مزه لیموترش قالب هست این شربت اصل به صورت جرعه جرعه میل کنید هر چهار ساعت همزه دلتهابه و هم اینکه افرادی که با خوردن سیر ناراحت میشن مشکل براشون پیش میاد به راحتی میتونن استفاده کنن همزه دوفونی کننده است و هم اینکه کمک میکنه به سرعت درمان این بیماری اگه تا این لحظه از کانال ما نیستید ما رو سابسکرایب کنید و اگه این ویدیو براتون مفید بوده لایک کنید تا یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده همیشه سالم و سلامت باشید